گلاسیا سلام، یه نکته کوتاه این که میخوام یه ویدیو سوال و جواب توی کانال بذارم. اگه دلتون میخواد کامنتتون توی ویدیو باشه و اکادمیای کانالیت یه سوال زیر این پست بپرسید، جوابش اونجا بهتون میدم. خب امروز با قسمت هفتم فیلم اره اومدم که آخرین قسمت از این داستان فیلمه. دو قسمت بعدی که پخش شدن داستان جدا دارن که فقط یه بخشش مربوط به سری اصلی و بدونید که با این قسمت استوری اصلیمون تموم میشه. اسمش هم همساو 7 همساو 3D چون توی این سری به عنوان یه فیلم سبودی اومد و خیلی هم خفنه. بودیش ببینید از من. حواستون به اسپویل کامل فیلم باشه، بریم که ببینیمش. با شروع فیلم دکتر لارنس گوردون رو از قسمت اول فیلم میبینیم. بعد از پایان بازی و بریدن پای خودش از سرداب بیرون میره و با دیدن یه لوله بخار آب جوش پاشو جلوش میگیره تا ضد عفونی بکنه و اینطوری میفهمیم که زنده مونده. سکانس بعد اولین بازی این قسمت رو میبینیم، یا به عبارتی اولین تله جیکسال که تو فضای عمومی ساخته شده. دو تا پسر به یه میز بسته شدن، یه اره برقی وسطشونه، بالا سرش هم یه دختر آویزونه و هر سه تاشون تو ویترین یه مغازه هستن که با روشن شدن چراغاش مردم وحشت زده بیرونش جمع میشن. یه رفع عروسک جیکسا پیداش میشه و بازی رو توضیح میده. دختری که آویزونه با هر دو تای این پسرا همزمان دوست بده و به جفتشون دروغ گفته و خیانت کرده تا بتونه ازشون سوء استفاده کنه. حالا پسرا باید تصمیم بگیرن که با اون اره برقی رقیبشون رو بکشن یا دختری که بازیشون داده رو به قتل برسونن. روش کارم اینطوریه که باید میز رو به سمت هم هول بدن تا اره برقی به طرف مقابل برسه. بازی شروع میشه و مردی که جفتشون هنوز دختر رو دوست دارن با هر قدرتی که هستش اره رو به طرف مقابل هول میدن که دخترم هر بار میبینه یکیشون داره برنده میشه شروع به تشویق همون میکنه و میگه من فقط عاشق تو ام. یه رفیق یکی از پسر سر عقل میاد و با اینکه توی کشمکی زخمی شده میگه این دختر مقصر همه چیزه و اون یکی هم قبول میکنه و اره رو وسط نگه میدارن. دختر کم کم پایین میاد و یه رفیق نصف میشه، اونم در حالی که تمام مردم دارن با وحشت این صحنه رو میبینن. حالا سکانس اصلی فیلم شروع میشه که در ادامه قسمت قبلی فیلمه. بعد از اینکه هافمن موفق میشه از تله نجات پیدا کنه سری میندازه دنبال جیلتاک تا اونو بکشه. گیلگیجا قایم میشه و هافمن بیخبر از اون جلوی آینه صورت زخمی شده خودش رو بخیه میزنه. میریم به چند ساعت بعد که جیل فرار کرده و حالا تو پاسگاه پلیسه. اینجا با کارگاه گیبسون آشنا میشیم، کسی که پرونده جیکسا رو حالا بهش سپردن داره از جیل بازجویی میکنه. جیل هم همه چیز رو براش میگه و شهادت میگه که هافمن همدست اصلی همسرش بوده و الان هم میخواد بکشتش، برای همین درخواست محافظت از پلیس رو داره. هافمن رو هم میبینیم که فهمیده جیل به پلیس رو دادتش و بعد سوزوندن تلفن خودش جعبه ای رو باز میکنه که عکس هایی از شرکت کننده های بازی جدیدی که میخواد راه بندازه توشه. میریم به یه برنامه تلویزیونی. بله پیمان جان مرسی دقیقا وسط ویدیو توی گروه پیام دادی، چاکرتم. میریم به برنامه تلویزیونی که موجی در حال مصاحبه با مردی به نام بابی است. بابی میگه یکی از بازمونده های تله جیکسا بوده و کتابی در همین مورد نوشته که حالا کلی معروف شده و خیلی پول داره چون همه دنیا میشناسنش. تو این برنامه هم دوباره تله‌ای که توش گیر افتاده بوده رو توضیح میده، جایی که جیکسا مجبورش کرده قلاب های تیزی به بدن خودش فرو کنه و با استفاده از اونا خودش رو از یه زنجیر بالا بکشه تا نجات پیدا کنه. بعد برنامه مدیر برنامه‌اش میاد پیش شوهرش تعریف میکنه، میگه فقط کاش جلوی دوربین بیشتر از زن صحبت میکردی، ازش لب میگرفتی که اینطوری ویدیوهات بیشتر بازدید بگیره. سکانس بعد دوباره جیل رو میبینیم، اون از پاسگاه پلیس بیرون میاد، یه سه چرخه میبینه، یه رفه مردی با ماسک خوک بهش حمله میکنه و وقتی چشمشو باز میکنه میبینه وسط یه جای شبیه ریل قطار بسته شده. دستگاهی فعال میشه و تو چند لحظه با سرعت میاد سمت جیل و یه رفه از وسط نصفش میکنه که اینجا میفهمیم همه این صحنه کابوس بودن. جیل تا کم خواب میپره. میریم به بازی بعدی که داره اتفاق میفته، جایی که مردی به صندلی ماشینش با یه چسب خیلی قوی چسبیده. دختری کنار لاستیک ماشینه، مردی به در گاراژ بسته شده و مرد دیگه ای هم پشت ماشین با زنجیر بهش وصله. صدای جیکسا پخش میشه که رو به مرد راننده میگه تو یه نجات پرستی که با گروهت همه آدما رو به خاطر پوستشون قضاوت میکردید، حالا باید از پوست بدن خودت بگذری تا بتونی اهرمی که جلوی ماشین هست رو فشار بدی و یا نه تا 30 ثانیه دیگه ماشین حرکت میکنه و همتون میمیرید. تایمر فعال میشه و راننده سعی میکنه به هر زحمتی هست خودش رو به جلو بکشه که نصف پوست بدنش هم کنده میشه، اما لحظه ای که موفق میشه دستش رو بهش برسونه زمان به پایان میرسه. یه دفعه ماشین روشن میشه و با سرعت راه میفته که اول از همه اون دختر به خاطر حرکت لاستیک میمیره، بعد دست و فک مرد پشتی کنده میشه، در آخر هم بعد از یه ضربه به در گاراژ کشتن مرد سوم خود راننده هم میفته بیرون و میمیره.
میریم به یه اتاق بزرگ که چند نفر دور هم نشستن. اینجا همه بازمونده های جیکسا تا الان رو میبینیم، از جمله مالیک تو قسمت 5 یا سامون تو قسمت قبل دیدیم که دست خودش رو قطع کرده بود. بازمونده معروفی که قبل تر دیدیم یعنی بابی این گروه رو انداخته تا همه قربانی ها جمع بشن و بتونن خودشونو خالی کنن. در گوشه اتاق مرد دیگه نشسته که یه دفعه میپره وسط حرف بقیه و با کنایه رو به بابی میگه دست درد نکنه که ما رو اینجا جمع کردی تا توی ویدیو تبلیغاتی از اون استفاده کنی. مرد میاد جلو و میبینیم که همون دکتر گوردون بازمونده قسمت اول فیلمه. بعدم با عصبانیت از اونجا میره بیرون و بعد پایان جلسه گروهی بابی به سمت ماشین خودش حرکت میکنه، جایی که یه دفعه یه مرد با ماسک خوک ظاهر میشه و بیهوشش میکنه. برمیگردیم پیش کارگاه گیبسون. همکارش راجرز بهش زنگ میزنه و گیبسون به صحنه آخرین بازی جیکسا اعزام میشه، جایی که کمی قبلتر دیدیم ماشین حرکت کرد. وقتی میرسه رو آینه توی دستشویی گاراژ متن رو میبینه که برای خودش نوشته شده. این متن میگه گیبسون خودت باید ببینی. جلوی اونم همون تله جیکسا افتاده که هافمن موفق شده بود ازش در بره. مشخصه این علامت هافمن برای گیبسون گذاشته ولی دلیلش هنوز معلوم نیست. دوباره بابی رو میبینیم که حالا چشماشو باز میکنه و توی قفس آهنی گیر افتاده. تلویزیون روشن میشه و صدای جیکسا پخش میشه. بابی این امتحان توه. تو به همه دروغ میگفتی که قربانی من بودی و حالا وقتشه واقعا این حس رو تجربه کنی که اگه زنده موندی حرفای واقعی تری بزنی. حالا میفهمیم بابی فقط یه شیاد و هیچ کدوم از حرفاش درست نبوده. همینطور جیکسا میگه اگه تا یک ساعت دیگه همه تله‌ها رو پشت سر نذاری زنت جلوی چشمات کشته میشه. یه رفعه قفس بابی به حرکت در میاره، در حالی که روی هوا آویزونه یه صفحه پر از میله آهنی هم زیر پاش پهن میشه. بابی زنجیری که میبینه رو میکشه و یه رفعه دریچه پایین قفسش باز میشه که با هر زحمتی هست از مرگ نجات پیدا میکنه و با تاب دادن خودش اون طرف صفحه فلزی میپره رو زمین. یه رفعه فلش بک به گذشته بابی میزنیم. یه مدت پیش به عنوان یه آدم بیکار و فقیر توی بار نشسته بوده که با دیدن اخباری راجع به جیکسا ایده نوشتن این کتاب و جازلان خودش به عنوان یک قربانی دروغین به سرش بزنه. میایم به زمان حال و گیبسون رو میبینیم که جیل رو به یه خونه امن آورده. گیبسون با دیدن اون تله فهمیده که جیل میخواست خودش تنهایی هافمن رو بکشه و حالا بهش میگه واقعا آدم خری هستی که میخواستی با همچین آدم ترسناکی تنهایی این کارو بکنی. حالا هم از اینجا نباید تکون بخوری چون هافمن هیچ وقت نمیتونه اینجا پیدا کنه، ولی بری بیرون هر جوری شده میخواد بکشتت. اما چند لحظه بعد یکی دیگه از همکارای پلیسش میاد سمت گیبسون و یه سی دی بهش میده. سی دی که مستقیما برای گیبسون ارسال شده از طرف کی؟ هافمن. گیبسون خیلی شوک میشه چون غیر ممکن هافمن اینجا رو پیدا کنه، اما خب بلده دیگه. اما قبل اینکه بتونه دیسکو چک کنه تلفنی زنگ میخوره و دوباره همکارش راجرز پشت خطه. راجرز میگه چند دقیقه پیش تو این گاراژی که صحنه جرم جیکسا بود یه رفعه یه چیز منفجر شد. وسط حرفش دوباره صدا میاد و یه چیز دیگه منفجر میشه که گیبسون هم تلفن رو قطع میکنه. کنار همکارش دیسک رو میذارن و قیافه خود هافمن نمایان میشه. حالا اون هیچ ترسی از اینکه مردم بدونن کیه نداره و یه پیشنهاد به گیبسون میده. هافمن میگه تو جیل تاک رو تحویل من بده، منم این بازی که در جریان رو روحتونم خبر نداره کجاست تموم میکنم. دوباره میریم به همین بازی. بابی به اولین مرحله امتحانش میرسه، جایی که دختری وسط یه دستگاه قرار گرفته و توسط یه سیم فلزی یه کلید تو معده‌اش فرو رفته. صدای جیکسا پخش میشه و وظیفه بابی اینه که با بیرون کشیدن کلید با استفاده از همین سیم دختر رو آزاد کنه. اما حرکت سیم تو بدن دختر قطعا باعث پاره شدن مری و کلی چرروپرت دیگه‌اش میشه و این در حالیه که هر باری که دختر صداش بره بالا و جیغ بزنه میله‌های آهنی دستگاه فعال میشن و سمتش میان. بازی شروع میشه و اول دختر دووم میاره که با کشیده شدن سیم ساکت بمونه. بابی بیشتر این کار رو انجام میده و از یه جایی به خاطر حرکت کلید مری دختر زخم میشه و اینجاست که شروع به جیغ زدن میکنه. سر و صداش ادامه داره تا جایی که دیگه دیر و میله ها به گلوی دختر فرو میرن و اونو برای همیشه ساکت میکنن. بابی هم با حال داغون به اتاق بعدی میره، جایی که یکی از کتاب های امضا شده خودش رو میبینه که یه خاطره مهم یادش میاد، جایی که بعد از چاپ کتاب خودش مراسمی برگزار کرده تا کتاب طرفدارا رو امضا کنه و کسی که میاد جلوش جان کریمره. جان به بابی حرفی راجع به تقاص به خاطر دروغ گفتن میزنه و برمیگردیم به زمان حال. گیبسون با همکارش راجرز دارن فیلم هافمن رو بررسی میکنن. مجسمه پشت هافمن هست که گیبسون خیلی روش حساس میشه چون مطمئن اون رو یه جا دیده. دوباره برمیگردیم پیش بابی. اتاق بعدی وکیل خودش رو میبینه. این زن هم بسته شده و سر و کله عروسک جیکسا پیدا میشه. رو به بابی میگه تو یه دقیقه وقت داری تا دستگاهی که جلوت هست رو روی شونه‌هات نگه داری. این کار باعث میشه چاقوهای دستگاه به پهلوت فرو برن، اما اگه نتونی یه دقیقه اینطوری نگهش داری سه تا میله
آهنی تو چشما و دهن دختر میرن. مشخصه درد چاقو خوردن خیلی زیاده و بابی هم دووم نمیاره که باعث مرگ وکیل خودش به شکل افتضاحی میشه. دوباره برمیگردیم به پاسگاه پلیس که گیبسون یه ایمیل جدید از هافمن میگیره. دوباره یه پیام تصویریه که این بار هافمن یه جمله رمزی میگه که همون لحظه گیبسون منظورش رو میفهمه و با راجرز میرن بیرون. بازم برمیگردیم پیش بابی که به قربانی سومش میرسه. اون کسی نیست جز دوست صمیمی خودش که با چشمای بسته و تمامی به گردن روی سقف اتاقی داغون قرار گرفته. صدای جیکسا میاد و میفهمن که اگه تا 60 ثانیه دیگه بابی با کلیدی که جلوشه نتونه قفل دور گردن دوستش رو باز کنه، اون کشته میشه. بازی شروع میشه و بابی همه سعیشو میکنه که به دوستش بگه با چشمای بسته به کدوم سمت حرکت کنه تا نزدیکتر بیاد و بتونه قفل رو باز کنه. همه چیز درست پیش میره تا جرفه چوب زیر پای دوستش میشکنه و اون به سختی موفق میشه با دستش خودش رو نگه داره. بابی سری میره جلوتر و کلیدو از جایی که آویزونه برمی‌داره و وقتی میبینه وقتی نمونده کلیدو پرت میکنه سمت دوستش، اما اون نمیتونه با چشمای بسته بگیرتش. چند ثانیه بعد دوست صمیمی بابی جلوی چشماش از تناب آویزون میشه و به قتل میرسه. گیبسون و راجرز رو میبینه که به اتاقی وارد میشن و همون مجسمه توی فیلم هافمن رو میبینن. بالاخره گیبسون تعریف میکنه که اون حرف رمزی هافمن چی بوده. اوایل پلیس شدن گیبسون اون به عنوان همکار هافمن مشغول به کار میشه. توی ماموریت مردی به گیبسون حمله میکنه و تفنگش رو میگیره که هافمن سر میرسه و با گرفتن اسلحه خودش سمت این مرد اونو گیر میندازه. در حالی که مرد تسلیم میشه و اسلحه‌اش رو انداخته زمین، یه دفعه هافمن بهش شلیک میکنه و میکشتش. این مجسمه تو اتاق هم مربوط به همون ماموریت و اینجا لوکیشن همونجاست. ایده دیگه به سر گیبسون میزنه و به راجرز میگه سری برو به پاسگاه و مراقب جیل باش. از اونجایی که فهمیدن هافمن خونه امر رو پیدا کرده، جیل رو به پاسگاه پلیس برن که زمان دستگیری هافمن ازش مراقبت کنن. بابی رو میبینه که به امتحان بعدیش میرسه. روی میز جلوش یه انبر هست و صدای جیکسا پخش میشه که بهش میگه روی دندونای عقلت یه رمز نوشته شده که باید با انبر حداقل دو تاشون رو بیرون بکشی و پیداش کنی. همین لحظه هم نیروهای ویژه با راهنمایی گیبسون به همین خونه میرسن. تنها 17 دقیقه تا پایان زمان باقی مونده، اما خیلی سخته که بتونن از اتاق رد شن و تو این مدت به اون برسن. اون با داد و فریاد و کلی خونریزی اولین دندونش رو میکشه. گیبسون هم که به همین خونه رسیده و نمیدونه بابی تو کدوم قسمتش گیر کرده، تلفنش زنگ میخوره. همکارش پشت خط اون میگه بالاخره تونستن محلی که اون ایمیل ازش ارسال شده بود رو پیدا کنن. با شنیدن آدرس اونجا پشمای گیبسون میریزه، چرا که اون جایی نیست جز همون گاراژی که بازی اول فیلم توش اتفاق افتاد. گیبسون هم سری به همون گاراژ برمیگره در حالی که بابی با کشیدن دندونای دیگه‌اش موفق میشه درو باز کنه و به اتاق بعدی بره. گیبسون هم به گاراژ میره و حالا میفهمه اون پیامی که هافمن روی آینه براش نوشته بود چی بوده. هافمن خیلی ساده داشت میگفت به آینه نگاه کن و گیبسون با شیکوندنش اینجا میفهمه اون طرفش یه اتاق مخفیه. اون به همراه چند تا مأمور میرن تو اتاق مخفی و میبینن اتاق کنترل بازی همینجا بوده. یه نفرم پشت مانیتورا نشسته که با استرس آروم آروم نزدیکش میشن. برمیگردیم پیش بابی که به اتاق آخر جایی که زنش هم بسته شده میرسه. بابی میدوه سمتش اما دور تا دور زنش سیمهای برقی کشیده شده را نمیتونه نزدیک شه. صدای جیکسا میاد آخرین امتحان بابی رو برش توضیح میده. اون باید کاملا شبیه دروغی که به همه میگفت دو تا قلاب آهنی به سینه خودش وصل کنه. بعد خودش از زنجیر بالا بکشه و سیمی که اون بالا هست رو به پریز وصل کنه و اگه تا پایان زمانش این کارو نکنه زنش میمیره. بابی که خیلی ترسیده و شوک شده به زنش میگه همه چیزایی که تا الان گفته بودم دروغ بودن و تصمیم گرفتم این بار هر چی بشه رو نجاتت بدم. دوباره گیبسون رو میبینه که با مامورا به مرد پشت مانیتور میرسن. همین که صندلیشو برمیگردونن میفهمن جنازه همون قربانیه که دست و فکش کنده شده بود. گیبسون با وحشت مانیتورها و کاغذهای اتاق رو نگاه میکنه و تازه میفهمه هافمن چه نقشه تمیزی داشته. بعد رسیدن پلیس هافمن خودش تو این اتاق بوده اصلا. وقتی مامورا کمتر میشن با دستگاهی که از قبل وصل کرده دو تا انفجار تو گاراژ به وجود میاره که حواس همه پرت شه و به سمت اون برن. بعد از اتاقش میاد بیرون و جنازه‌ای که پزشکی قانونی تو پلاستیک پیچیده رو برمی‌داره تا به اینجا بیاره. سری خودش برمیگرده و به جای جنازه توی پلاستیک مشکی میخوابه و اینطوری با آمبولانس تونسته از اونجا در بره. گیبسون سری به همکارش تو پلیس زنگ میزنه تا بگه هافمن اینطوری خودشو به پاسگاه رسونده و الان اونجاست، اما قبل توضیح دادنش یه رفیع ماشینگان توی اتاق فعال میشه. دیگه خیلی دیره و گیبسون به همراه مامورای توی اتاق زیر رگبار گلوله به قتل میرسن. حالا پزشکی قانونی رو میبینیم که پزشک جنازه رو برای کالبد چکافی میذاره رو میز. وقتی زیپش باز میکنه هافمن سعید و سالم میاد بیرون و با یه ضربه هم اون هم همکارش رو میکشه. یه لحظه بابی رو میبینه که با داد و فریاد قلاب‌ها رو به سینه خودش وصل میکنه. در حالی که خونریز داره و از درد داره میمیره خودش رو بالا و بالاتر میکشه. هافمن هم میره به طبقه بالای پاسگاه پلیس و بعد کشتن دوست گیبسون و استفاده از جنازه‌اش برای ورود به اتاق امن مامور اونجا رو هم میکشه. راجرز که مثلا قراره از جیل محافظت بکنه برمیگرده و قبل اینکه بتونه عملی از خودش نشون بده هافمن با شلیک گلوله اونو هم به قتل میرسونه. حالا دیگه هیچ
فاصله بین جیلتاک و هافمن نیست. اون وارد سلول جیل میشه که جیل با یه خودکار به گردن هافمن ضربه میزنه، اما نمیتونه در بره چون در اتاق قفل و مجبور میشه یه گوشه قایم شه. بابی رو هم میبینیم که بالای زنجیرها میرسه و سیم برق رو میگیره تا با اتصالش بازی رو تمام کنه، اما یه دفعه به خاطر فشار زیاد قلاب‌ها عضله سینه‌اش پاره میشه و قبل وصل کردن سیم به زمین میفته. میریم پیش هافمن که این بار حواسش جمع و جیل رو که یه گوشه قایم شده پیدا میکنه. این در حالیه که وقت بابی هم تموم میشه و یکی از بدترین تله‌های سری اره فعال میشه. دستگاه دور همسرش قرار میگیره و یه دفعه آتش زیادی رو فعال میکنه. این دستگاه یه کوره است و زن بابی جلوی چشماش زنده زنده کباب میشه. خیلی بد میمیره. خیلی. هافمن رو هم میبینیم که جیل رو گیر انداخته و به اتاق کار خودش، جایی که اون اول گیبسون از مجسمه پیدا کرده بود، میره و به یه صندلی میبندتش. همون تله‌ای که جیل رو سرش گذاشته بود رو برمی‌داره و این بار برای اولین بار روش کار تله رو میبینیم. هافمن به جیل زل میزنه در حالی که تایمر به پایان میرسه و در عرض یک ثانیه فک بالا و پایین صورت جیل کاملا جر میخوره و درجا میکشتش. هافمن هم میگه گیم اوور و بعد ریختن بنزین رو وسایل اتاق کارش اونجا رو با آتیش میکشه و میاد بیرون. اما قبل تمام شدن فیلم یه دفعه سه نفر با ماسک خوک سر میرسن. هافمن نمیدونه چه خبره که این سه نفر شروع به کتک زدنش میکنن. بعد زمین خوردن هافمن و تزریق آرام بخش بهش، یکیشون ماسکشو برمیداره و میبینیم کسی نیست جز دکتر لارنس گوردون. گذشته رو میبینیم که بعد از قسمت اول فیلم جان کریمر میره پیش گوردون و اون که تونسته بازی رو ببره رو نجات میده. پاشو باندپیچی میکنه که بعد همون شروع دوستیشون میشه. توی خیلی از تله‌ها که نیاز به عمل پزشکی داشتن، مثل کسی که دیدیم چشماش دوخته شده بودن، گوردون به جان کمک کرده و جان قبل مرگش از اون یه درخواست داره. اینکه به هر قیمتی شده مواظب همسرش جیل باشه. سکانس عوض میشه و سردا به قسمت اولو میبینیم. گوردون هافمن رو به یه زنجیر میبنده و وقتی اون به هوش میاد حسابی وحشت میکنه. گوردون هم همه راههای ممکن برای فرار هافمن رو میبنده که حتی نتونه با بریدن پاهاش نجات پیدا کنه و بعد گفتن گیم اوور و بی توجه به فریاد هافمن در سردا رو برای همیشه میبنده و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. قسمت هفتم اره پایان هافمنه. البته که همیشه امکانش هست بعدها دوباره ببینیم یه جور زنده مونده و بیرون اومده، اما تا الان که توی این دوتا قسمت آخریش اتفاقی نیفتاده. خلاصه که با این قسمت میراث اصلی جان کریمر تموم میشه، هرچند توی دو فیلم دیگه هم اثر زیادی ازش هست، اما داستان اصلی دیگه بای بای. یه نکته هم بگم، اون دو نفری که دیدیم همراه دکتر گوردون بودن و هافمن رو دستگیر کردن، همون دو پسر اول فیلمن. ما صورتشون رو نمی‌بینیم، اما توی فیلمنامه نوشته شده که اون دو نفر بعد زنده موندن توی جلسه‌های گروهی بابی با گوردون آشنا میشن و تصمیم میگیرن اینجا انتقام همه قربانی هافمن رو ازش بگیرن. دیگه اینکه کامنت و اینا یادتون نره. روزتون هم گلسی.